я в момент. وقتی من ایشون دیدم فهمیدم این یک چیز خاصه، یک نمیدونم، و دیگه نتونستیم که از ذهن هم بریم بیرون. ما فقط همدیگر رو نگاه میکردیم، هیچ دیالوگی، هیچ نه. ریز 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 انگار داشتم اینو مزه مزه میکردم، داشتم کشفش میکردم، حرکاتش، را رفتنش، نگاهاش، چجوری با آب نگاه میکرد، چجوری به گلا نگاه میکرد، چجوری با اطلسیا رفتار میکرد، چجوری کتاب میخوند، چجوری اونجا راه میرفت و اون حیات، بعد مثلا چجوری میرفت بیرون، بعد مثلا میرفتم طرف کوچه که ببینم آره مثلا رفت میخواد بره بیرون، بعد ساعتها انتظار میکشتم تا دوباره بیاد. ساعتها و ساعتها ما فقط گوش میکردم، دستاشو اینجوری میذاشت میشه شروع کرد حرف زدن. بعد من فکر میکردم که همه دنیا منو اینجوری بغل کرده و من درست این وسط این دنیا دارم همه چی رو میگیرم. من هر چی که بگم باور کنین که این یک صدوم اون چیزی که شاملو بودم نیست، چون این چیزا گفتنی نیست، این چیزا راز هر آدمه. خب البته من بگم همه چی رو از روز اول که من نمیدونستم در مورد شاملو، شاملو رو من آروم آروم کشف کردم، آروم آروم شناختم، آروم آروم به اون ارزش ها و انسانیتش پی بردم. فکر میکردم باید همیشه باشم کنارش. آفتاب را در پراسوهای افق پنداشته بودم، به جز عزیمت ناب هنگامم گزیری نبود، چنین انگاشته بودم آیدا فسخ عزیمت جاودانه بود. میان آفتابهای همیشه زیبایی تو لنگریست، نگاهت شکست ستمگریست و چشمانت با من گفتند که فردا روز دیگریست. در تمام این لحظات شوق و شور و حتی کار و زایش و شوخی و گفتگو و ته وجود شاملو یک غم نهفته بود که انگار به هیچ صورت نمیشد حتی بهش نزدیک شد و یک چیز بازدارنده بود که همیشه مانع میشد اون حد و شما پیش برید. و البته این مواقع خیلی همیشه هم احساس میکردم که شاملو خیلی سعی میکنه که پوشیده بمونه این حس درونش. در واقع من تجربه هیچ زنی رو در زندگیم نداشتم. آیدا این دروازه رو برای من باز کرد. اصلا دنیای واقعی من اینجا شروع میشه. تمام شاعرانی که تو نمیدونی معشوق اینا کی بوده ولی راجع بهش صحبت کردن، اینها اون عشقشون یه پلان غایبه، وجود نداره که روی صحنه. خب برای من آیدا روی صحنه است، چرا تو شعر رو نباشه؟ از شانس‌های شاملو شاید بزرگترینش پیدا شدن آیدا در زندگیش بوده، که بسا که آیدا خونش تو اون کوچه نبوده ما شاملو امروز نداشتیم، کتاب آیدا در آینه رو نداشتیم. اینا چیزایی که قبلا من نمی‌فهمیدم، یعنی بر اساس اتفاق آیدا در کوچه خونه داشته باشه که شاملو هم داره. اگر در زندگی صادق هدایت کسی مثل آیدا حضور داشت،
هرگز صادق هدایت خودکشی نمی‌کرد. اون روز اولش فقط به خاطر خودش، نمی‌دونستم شاعر، نمی‌دونستم نویسنده است، نمی‌دونستم هیچی. ما فقط نگاهمون به هم گره خورد و همه چی تموم شد. همه چی شروع شد. بهترین مرد دنیاست. تو چرا اون نمی‌جاست؟ کجا می‌شه؟ یا بر دل من، بر دل شما. انگیزه بودم برای گرفتن ویدیو، ولی هر جوری بود پا شدم، یه ذره آماده شدم، گفتم که بیام بگیرم. بعد دیدم که موضوع جالبیه که راجبش بخوام حرف بزنم، چون من خیلی موقع‌ها اینجوریم که یعنی دوتا مود دارم احساس میکنم. یکیش اینه که خیلی خیلی انگیزه دارم و همجوری هم خیلی انرژی دارم، و مود بعدیم اینه که صفر صفرم، اصلا انگیزه ندارم و انرژی هم ندارم. نمیدونم چرا اینجوری هم. خیلی بده. دوست دارم که یکم تلاش کنم که کم حد وسط باشم، نه اونقدر بی انگیزه، نه حالا از موقع خیلی با انگیزه. نمیدونم چجوری میشه، خیلی سخته به نظرم، ولی تلاشمو میکنم. یه سری چیزا میخواستم راجع به نقاشی و اینا بگم. من تا حالا کلاس نقاشی نرفتم، هیچ استادی هم نداشتم تا حالا که بهم نقاشی یاد بده. نقاشی رو همجوری خودم یاد گرفتم. اینجوری بودن یه سری مزایا داره و از اون برم به نظرم یه سری عیبا داره. من نمیدونم که کدومش بیشتره کدومش کمتر، ولی راجع به خودم مثلا بدیاش اینه که یکم اعتماد به نفس آدم پایینه توی نقاشی. دوست دارم که هر روز نقاشی رو تمرین کنم، به خودم انگیزه بدم برای تمرینش، بعد یه جوری بشم که بتونم اسم خودمو بذارم نقاش و یکم هم اعتماد به نفسم بره بالاتر توی این قضیه. فکر میکنم که اون تمرین روزانه روی خیلی تأثیر میذاره، چون کلن هنر و نقاشی یه چیزیه که به تمرین مداوم احتیاج داره. مثلا وقتی که یه نقاشی رو تموم میکنم، بهش نگاه میکنم، اینجوری هم که خب اوکی خوبه، ولی میتونه بهتر باشه. این ولی میتونه بهتر باشه همیشه توی مغز من هست، یعنی نه فقط راجب نقاشی ها، راجب همه چی. مثلا حتی وقتی که چه میدونم مثلا میخوام یه عکاسی انجام بدم، عکس میگیرم، بعد نگاش میکنم، دقیقا همین جمله میاد توی مغزم. این یه سریش برای اینه که فکر میکنم چون خیلی کمالگرام، این که کمالگرامو از روی یکی از پادکستای مجتبی شکوری فهمیدم، چون که وقتی که داشت خصوصیات این آدم ها رو میگفت، دیدم که دقیقا منم. و اگر که خودتون اینجوری باشین، میدونین که اصلا ویژگی خوبی نیست و خیلی ویژگی منفی و بدیه. یادم یه جمله‌ای که خیلی دیدم که مهمه این بود که مهم نیست که به بهترین شکل انجامش بدی، فقط انجامش بده. این به نظرم خیلی مهمه، چون که من هر موقع میخوام یه چیزی رو شروع کنم،
اینجوری هم که مثلا تو سرم بهترین رو میچینم و اگر طبق اون پیش نره تا یه ذره مثل اون نشه، مثلا یه ذره مثل اون پیش نره، اصابم خوب میشه. اصلا اینجوری هم که نمیخوام ولش کن، واسه همین خیلی بده، چون که اگر تو انجامش بدی حتی اگر عالی نباشه بازم خوبه و تو انجامش دادی، همینش خیلی خوبه. همین این ویژگی رو تو خودم باید که، یعنی از وقتی که شناختمش سعی میکنم که کنترلش کنم، چون توی نقاشی هم خیلی اثر میذاره. همین که میگم کارامو بعد اینکه تموم شه نگاه میکنم، اینجوری هم که اوکی میتونست بهتر باشه، این به نظرم اصلا خوب نیست. دارم سعی میکنم که عوض کنم اینو تو خودم، مثلا سعی کنم که هر نقاشیم بهتر از اون قبلی باشه و خودم رو فقط با نقاشی‌های خودم مقایسه کنم، نه کسای دیگه که خب حرفه‌ای‌تر از منن. و شما فیلمی
خیلی خیلی مرسی که ویدیو رو دیدین. یادتون نره که لایک و کامنت و سابسکرایب کردنتون خیلی میتونه به من کمک کنه. مرسی. بای. از اول